سلام، این 14 قسمت از پادکست سینما تئاتر آرتباکسه که در آبان ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت 8 گفتگو با خسرو سیناییه که درباره فیلم سینمایی مثل یک قصه، فیلم جزیره رنگین و کارهایی که ساخته نشد با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید. مثل یک قصه داستانش باز جالبه. یادم هست اوائل جنگ ایران و عراق یه روز آقای بهشتی هنوز مدیرعامل فارابی بود. به من گفت که سینایی فکر نمی کنین شما بالاخره یه چیزی دارین درباره این جنگ هم یه چیزی بسازین. گفتم آقای بهشتی یه شرط دارم. گفت چیه؟ گفتم من میترسم وسط کار فیلم از من بگیرین یه حرفای دیگه روش بزنین که اصلا حرفای من نباشه. یه مسئولیت. اگه قول میدین دستکاری نشه فیلم اونی باشه که من فکر میکنم من حرفی ندارم. می‌نویسم. یه داستان نوشتم که الان که گفتین یادم آمد. همین کویر و خون شد اسمش. داستان چی بود؟ داستان اینه که 3 عراقی توی ماجرای جنگ یه افسرشون با 2 سربازن. افسر زخمی شده و اینا که میخوان اینو به جایی برسونن راه گم میکنن. وارد ایران میشن. در نزدیکی اونجایی که اینا وارد شدن یه کلبه است که این کلبه یه پدر بزرگه با یه نوه. این نوه مثلا 12-13 ساله. پدر این یعنی پسر پدر بزرگی هم رفته به جبهه و اینا میان به این کلبه میرسن. این فرمانده هم زخمی شده میان در واقع پناه میارن به این کلبه. این سه تا کاراکترن. یکیشون اون فرمانده است میگه هرچی ایرونیه باید کشت. یکیشون یه جوانتر است که میگه آقا اونجا جبهه است. اینجا که ما آمدیم که اینا دارن اما پذیرایی میکنن به ما میرسن اینا. چرا اینا رو باهاشون این رفتار رو بکنیم؟ و یکیشون در واقع فرصت طلبه. بیشتر هوای فرمانده رو داره با اینکه باورش نمیشه. خودش اون چیزو نداره ولی هوای اون رو داره که بعداً دردسر براش درست نشه. این داستانه که حالا این پدر بزرگ چه هم از ترسشون هم از جور هر چی دارن از نون و پنیر و انگور و نوشابه و اینا به اینا میدن غیره ولی رفتارهای اون باعث برخورد این چیز میشه و اون جوونه اون سرباز جوونه معترضه. اون یارو پیرمرده یه بز داره که اینا وقتی توی این اتاق اصلا صدای بزر رو میشنون تصمیم میگیرن که یه کباب حسابی درست کنن و این جوونه میگه این تنها بزشونه نکنین این کارو فلان. اونا میگه اصلا ایرونی‌ها رو فلان یه حالتی شد. من نمیدم من نفهمیدم هیچ وقت. آقا درست جنگی درست ولی ما یه حرفی داریم که تو اون عراقی هم آدم خوب هست. قرار نیست چون ما جنگ داریم بگیم همه عراقی اصلا یه دونه خوب هم توشون پیدا نمیشه و بعد که جنگ تموم شد بگیم خب حالا میشه بگذاریم. پس در اون سالها این ساخته نشد و نشد و نشد و نشد. یعنی من درست اینو سال شاید 82-83 نوشتم 1982-83 تا اینکه وقتی که گفتگو با سایه رو ساختیم همین آقای احمدزاده که حالا دیگه دوست شده بود و اینا این کار رو کمک کرد یه تهیه کننده پیدا بشه و این رو ما بسازیم. دیگه جنگ هم تموم شده بود و حق داشتیم حالا عراقی خوبم داشته باشیم. سرتون درد نیارم. سر اون کار من یه اشتباه اساسی کردم. تیمی رو که همیشه با من کار میکرد و با روحیه کار من آشنا بود فکر کردم این تیمو عوض کنم. هم تو سبک کار خودم شاید یه تنوعی پیش بیاد هم اونا هم فکر نکنن که همیشه مجبورن فیلمای منو کار کنن برن کار خودشون هم پیدا کنن. اما تیم جدید اون نبود که من فکر می‌کردم. تهیه کننده هم اون نبود که من فکر می‌کردم. یعنی در این حال می‌خواست 3 تا فیلم داشت تهیه می‌کرد و اون کسایی که به من گفت مثلا طراح صحنه مثلا فلان مثلا بهمان همه یه سری جوان میامدن که من میدم اینا اصلا اونا نیستن. بودم ما دستیارمونیم. خب منم با یه جوانی که تجربه نداره چیکار میتونم بکنم؟ فیلم نشد اونی که میخواستم. چون میدونید هر چقدر موضوع ظریف‌تر باشه شکننده تره. این فیلم تقریبا 90% توی کلبه اتفاق میافتاد. اما برای من مهم بود که مثلا اگر کلبه تاریکه حالا یه شم میاد نور اندازه یه شم روشن باشه. اگه حالا اون یکی 2 شم دیگه میاره یکم بره بالا. اگه اون یکی میاره نشد.
چون به هر حال ممکنه همکارا رو بشناسی، آدم های خیلی خوبی بودن، ولی روحیه من رو نمیشناختن تو کار. یعنی اینی که دیوار وقتی سفیده شما هر کسی جلو اون بایسته، وقتی با دیوار شما تنظیم بکنید، صورت این میتونه آندر اکسپوز بشه، سیاه بشه، دیده نشه. و خب اینا همه اتفاقایی بود که افتاد، یعنی ما اصلا حسای صورت ها رو نمیبینیم و غیر و غیر. اما اون چی که بالاتر از همه و باز اینجا به سینمای ایران برمیگرد و اونجاییست که من اینا رو بارها صحبت کردم، گفتم بابا ما این چیزا رو لازم داریم. پایان فیلم اینه که به هر حال این سربازه با اون پسر بچه رفیق میشن و وقتی که ایرونیا میفهمن و میخوان بیان بگیرنش، میخواد این سرباز رو فراری بده. بقیه همه کشته شدن تو تیراندازی متقابل. این فرار دادن یعنی اینکه باید میرفت توی یک نیزاری توی مرداب قایم میشد. من باز از دو ماه قبل از اینکه شروع کنیم گفتم آقا من یه مرداب میخوام که خیالم راحت باشه این جوون میتونه بره اونجا یه لوله‌ای هم بزنیم دم دهنش، هر چی یا هر کار میکنیم تکنیکی، یه وقت بلایی سرش نیاد. تا آخر فیلم هیچ اتفاقی نیفتاد. آخر به من گفتن نزدیک اونجایی که فیلم برداری میکنیم یه مرداب طبیعی هست، اگه میخوای اونجا. حالا یه جوون 20 ساله‌ای بود که باباشم تفلک به من گفته بود پسرمو دستو سپردم غیر خیلی. ما رفتیم به اون محل، اون مرداب طبیعی رو دیدیم. راست یا دروغ من کار ندارم، اهالی محل میگفتن یه مینیبوس افتاده این تو غیب شده، حالا من باید این جوون رو بگم برو تو مرداب. سرتون درد نگرم، واقعا تا صبح نخوابیدم. جون یه آدم بود اونجا، شوخی نداشت. یه کرین داشتیم از بالا که فیلم بردار باید فیلم میگرفت که این رفته تو مرداب. اون روز سه نفر با سه تا تناب کلوف بستیم به کمر این و تا بالای این تنابا، یعنی تنابا بره زیر آب، این رفت تو مرداب. ولی از اینجا تا یعنی 5-6 متر رفت، گفتم وایسته دیگه نمیخواد بریم، ولی که میترسیدیم. و من تمام دکوپاژم به هم ریخت اونجایی که فیلم باید اوج بگیره از نظر حسی، که الان این غرق میشه نمیشه، چی میشه چطوری میشه. یک پلانک گرفتیم گفتم کافی. به قول دوستانی که دیدن فیلمو همه گفتن، گفتم فیلمت اینجوری میره آخرش تپی میفته. راست میگفت. اینا اون چیزیه که به شما بارها من تکرار کردم، آقا تیم باید کمک کنه فیلم بیاد بالا. وقتی من یه مرداب طبیعیه، حالا من به شما میگم آخرش چجوری شد و من میدونم این اگه یکم بره جلو تا میره پایین دیگه در نمیشه آوردهش، من نمیتونم یه جوون 20 ساله رو بفرستم توی همچین مردابی. از دو ماه قبل از شروع فیلم برداری هم گفتم من مرداب میخوام و نشده، مثل همون گریمی که گفتم میخوام و نشد. باور بکنید سه نفر این تناب رو گرفته بودن و میخواستن اینو از تو گل بکشن بیرون، نمیتونستن. در این شرایط اون وقت فیلم ساخته میشه. طبعا آخر سر کارگردانه که، اما این کارگردان باید بتونه متکی باشه به یه سری آدم. من که متخصص مرداب نیستم، متخصص گریم نیستم. اوه انقدر از این داستان رو داریم که حد نداره. من همونطور که گفتم دوران قبل از انقلاب همیشه فکر میکردم که باید اولین فیلم سینماییمو وقتی بسازم که 40 سالم شده باشه و تجربه کافی داشته باشم. مرتب فیلم میساختم، انواع و اقسام فیلم ها. به قول خودم میگفتم باید چم و خم این کارمو خوب یاد بگیرم، که خب 37 سالم بود، انقلاب شد و اصلا شرایط عوض شد. منم با شروع انقلاب دیگه اون 3 سالو تخفیف دادم، فیلم زنده باد رو ساختم که براتون مفصل گفتم و بعدش هیولای در. فکر میکردم من از کافی تجربه کسب کردم که بتونم فیلم‌هایی بسازم که از یک پروداکشن بزرگتر، از یک شرایط قوی‌تر برخوردار باشه. به این ترتیب رفتم طرف سناریوهایی که فکر میکردم تو اونها میتونم در واقع اون تجربه چندین ساله رو پیاده بکنم. فکر میکنم راجع به این یک راه یک شهر یک عمر که همون اول فارابی که درست شد نوشتم، گفتن خیلی خوب، خیلی خوبه، از سناریوهای خیلی خوبی است که به ما داده شده. این راجع به شهر ساری بود در زمانی که من از کودکی یادم میامد و روس‌ها در ساری بودن و یه فضایی که کاملا برای امروز ناشناخته است. اونتا گفتن چرا خرجش میشه، من برآورد کردم اون موقع ببینید کی بود، گفتم 15 میلیون و گفتن که ما 8 میلیون بیشتر نمیتونیم بگذاریم. حرف من این بود که آقا من پولو برای خودم نمیخوام، ولی خب زمینای آسفالت باید ما یه زمین سنگفرش بسازیم، باید ساختمون مغازه های تازه بسازیم، لباس غیر. 3-4 سال بعدش بود که کانال 2 تلویزیون باز منو خواستن، گفتن شنیدیم یک سناریوی خیلی خوب داری،
میخوایم بسازی چقدر خرجش میشه؟ من برآورد کردم شد 110 میلیون. اون موقع گفتن ما 60 میلیون بیشتر نداریم. به هر حال نشد، هنوز داغش به دلم هست. بعد یه فیلمنامه که بعدها هم همه گفتن یه فیلمنامه خیلی خوب ساختی غیره غیره، در دوران بعد از انقلاب بود طبعا، من یه اتفاقی رو که برای برادرم افتاده بود نوشتم به اسم دادگاه تلویزیونی، که این دادگاه تلویزیونی در واقع داشت میگفته که چگونه رسانه ها روی ذهن مردم تأثیر میگذارن. رسانه ها به دلیل سیاسی این کار رو میکنن، اما اون دلایل اون وقت روی سرنوشت تک افراد چه تأثیری داره. این مربوط میشد به برادرم که در آمریکا پزشک بود و توسط یک آدمی که بعدا معلوم شد موجی بوده از جنگ کره، که حالا باز مسئله جنگ کره ای که آمریکا درش بود و غیره، بهش توهین شده بود و وقتی پرسیده بود چرا، داستانش مفصله، هفته رو کشیده بود بسته بودش به تیر و فلجش کرده بود. 47 سالش 48 سالش بود اون موقع. کار به دادگاه که میکشه، در دادگاه خب همه همدلی دارن باهاش، برای اینکه یه پزشک جوونی است که جراح هم هست و خب وقتی فلج شد دیگه نمیتونه کار بکنه. ولی روز چهارم پنجم دادگاه ماجرای گروگانگیری در ایران پیش میاد و در دادگاه یه دفعه ورق بر میگرده. میگفت یه دفعه ما روز بعد که رفتیم دیدیم اصلا مثل که ما آدم کشتیم، یه حالت اینجوری پیش آمده. و در نهایت دادگاه میگه که خب اون آقا که موجی بود و گناهی نداره باید بره آسایشگاه روانی، شما هم که تقاضای تشکیل دادگاه رو کردید 30,000 دلار هم مخارج دادگاه هم باید بدید. که این برادر 22 سال رو چرخ رو ویلچر بود به اصطلاح و بعد هم قرص خورد و بعد اینکه بچه‌هاش بزرگ شدن خودشو نابود کرد. میگم خیلی‌ها نخواستند، من به اونایی که نخواستن معترضم، نه به اونایی که نتوانستند که کمک کنن. آقای بهشتی اون موقع مدیر عامل فارابی بود و در واقع شرایط فراهم کرد که من رفتم آمریکا، اما خب اینم به هزار یک دلیل باز ساخته نشد. چیزی دیگه این که خیلی دوست داشتم بسازم این صورتگران اسخون بود که هنرمند رو در مقابل حکمران نشون میده. داستان بر اساس اینجا آخرش هست، اقلا 11 تا منبع داخلی و خارجی از تاریخ در اومده و موقعیتیش که رضا عباسی در دربار شاه عباس داره. این موقعیت که حاکم یه کاری رو باید بکنه، کار خودشو داره، هنرمند یه نگاه دیگه داره به جریان و این در مقابله هم چگونه شکل میگیره. من یادمه که تو فارابی از من خواستن، از این خوششون آمده بود، گفتن که فقط صحبت باید بکنیم. اون آقایی که مسئول بود فیلسوف و ادیب بود، سینماگر نبود، صحبت های مختلفی مطرح کرد که هیچ ربطی نداشت. منم خب در موقعیتی که بود نمیتونستم بگم اون حرفی که شما میزنید به سینما ربطی نداره. مثلا در این کتاب صحنه ای هست که صفی میرزا ولیعهد شاه عباس و رضا عباسی در قهوه خانه طوفان نشستن و رضا عباسی داره طراحی میکنه، که من تو کتاب حتی طراحی های رضا عباسی رو هم گذاشتم. و بعد صفی میرزا که مشکوکه که نکنه پدرش میخواد بکشتش، برای اینکه خیلی محبوبیت تو مردم داشته و شاه عباس نگران این ماجرا، به رضا که حالا اینا رفیقن، حالا این رفاقت هم میگم چه گرفتاری بر من درست کرد، میگه رضا فکر میکنی چه عاملی باعث میشه که پدری بخواد پسرشو بکشه؟ رضا یه نگاهی میکنه میگه حب جاه. میگه چه عاملی باعث میشه که پسری بخواد پدرشو بکشه؟ میگه حب جاه. میگه چه عاملی باعث میشه که تو از صبح تا غروب نشستی گیاه و حیوان و آدم و اینا رو نقاشی میکنی؟ میگه منظورت حب جاهه. در اون بحثی که ما داشتیم با فارابی، با اون آقایی که مسئول بودن، بحث این بود که آقا حب جاه نمیشه بذاری. گفتم چرا نمیشه؟ گفت در طبقه نمیدونم هفتم عرفان حب جاه یه معنی اینطوری داره اینا فلان. خب واقعا من نفهمیدم اصلا چه ربطی به سینما داره، چه ربطی به این فیلمی که ما داریم میسازیم داره. اینو بعدا من دادم به تلویزیون، قبلش دادم، قبل از اینکه نوشتم که تمام وقایعی که در این داستان اتفاق میفته از اسناد تاریخی گرفته شده، اما فقط یک واقعه رو من برای سند تاریخی ندارم و البته وقایعی هم که اتفاق میفته من به صورت کرونولوژی تاریخی نیاوردم، اینا استفاده کردم در بافت کل داستان دراماتیک. تنها چیزی که من سند ندارم دوستی میان صفی میرزای ولیعهد و رضا عباسی. جواب میدونید چی بود؟
از اونجایی که خودتون گفتین که دوستی بین صفی میرزا و رضا عباسی و سندی براش ندارین، پس نمیشه. خودم اصلا مقایسه نمی کنم، ولی میگم مگه هملت و شاهلیر و مکبث و همه اینا رو مگه شکسپیر تاریخ نوشته؟ از منابع تاریخی استفاده کرده برای یه اثر دراماتیک. خلاصه سرتون در نمیاد، چون جالبه قسمت آخرش هم تون میگم. با اون آقایی که مسئول فرهنگی بودن توی فارابی بحثا داشتیم که اون میگفت شاه عباس مهمتره، من میگفتم که رضا عباسی جای خودشو داره، اینی که مهمتره مهم نیست، ولی شما میبینید که هنرمندا اسمشون میمونه تو تاریخ به این شکل، شاه‌ها بعضیاشون میمونه، که بالاخره باعث شد من این رو دوباره بازنویسی کردم. یعنی صورتگران اصل خون شد دروی سکه. این چرا شد دروی سکه؟ برای اینکه آخر این شاه عباس میاد شب توی نقاشخانه سلطنتی، میبینه که رضا عباسی داره کار میکنه، میگه رضا کار تو راحت انجام میدی؟ میگه که بله علازت فرانس. میگه خب تو فکر میکنی که اگر ازبک ها از یه ور ریخته بودن، عثمانی ها از یه ور ریخته بودن، غیره غیره، و این مملکت رو به خاک و خون کشیده بودن، الان تو میتونی راحت بشینی و اینجا کارتو بکنی؟ که رضا میگه خب نه نمیشه. میگه خب پس تو کار خودتو بکن، بذار منم کار خودم رو بکنم. این شد دروی سکه. از شانس خوبی که من دارم، وقتی آماده شد که مغازه، که البته کسی هم هنوز به جایی نرسیده بود، ولی من رفتم اصفهان، دیدم که علی قاپور و داربست زدن دارن تعمیر میکنن. گفتم خب این داربست چقدر طول میکشه؟ گفتن معلوم نیست، 3-4 سال چقدر طول بکشه. خب من دیدم دیگه فایده نداره، ولی ما تو آلی قاپو میخواستیم کار بکنیم و غیره. به این ترتیب این هم رفت روی هوا. سوژه دیگری که خیلی دوست داشتم که خیلی ها به من گفتن، اینا حتی دادم استاد انتظامی هم خوند، گفتش که حتما اینو اگه تئاتر هم بشه کار بکن، خیلی دوست داشتینو. سپید جام است. سپید جام راجع به المغنعه. المغنع هشام که در واقع قرن دوم هجریه و جنبش سپید جامگان بود. اصل ماجراش اینه که یه آدمی شروع میکنه به مقاومت در مقابل خلیفه عرب. در زندان که هست، حالا یه سکانس اینطوری داره که به خدا میگه که من میخوام ادعای خدایی بکنم، برای اینکه این مردم همینطوری آدم زشت‌رویی بوده و شعبده باز، این مردم همینطوری دنبال من نمیان. به این ترتیب یه دونه روبنده میگذاره که این روبنده به گفته ای طلایی رنگ، به گفته ای سبز مایل به طلایی، یعنی برق طلایی، و ظاهر میشه. خلاصه داستانش مفصله که با علم شعبده ای که میدونسه آینه درست میکنه، نور میندازه رو مردم و غیره، که مردم به پا میفتن. اما مشکل کار اونجاست که خودش کم کم باورش میشه که خداست، و از اونجا کار به فاجعه آخر کار میرسه که توی اون کار ماه نخشب رو که آقای سعید نفیسی یه وقتی داستانشو نوشته بود، این هیچ ربطی به اون نداره، ولی او هم روی این موضوع کار کرده که در نهایت خودشو میندازه توی تنور رو میکشه. من خیلی دوست داشتم اینو کار بکنم، ولی این رو هم یادم، فقط یکی از مسئولان آقا این خیلی شبیه شرایط حالا یکم قبل‌تر که بود، اون زمان اونجوری و اینا، و نمیشه. گفتم کار دراماتیک خیلی خوبیه، حیفه که نشه، ولی این هم نشد. اون یکی که در واقع خیلی دلمو سوزوند این خانه ها و یات هاست. حضور 8 سال پیش من یه سفر کردم به 20 شهر ایران، یعنی اولش از غرب به شرق، یعنی از تبریز به بجنورد، بعد از وسط از سنندج به بیرجند، از شمال همچون آمدیم پایین که در واقع شیراز و اصفهان و کاشان و اینا همه بودن، بعد جنوب از بندر عباس رفتیم به بندر لنگه و کنگ و اینا و تا شوشتر. من یه فکری داشتم، این خیلی مهم بود که در واقع انجام بشه از نظر خودم، چون وقتی که جزیره هرمز رفته بودم برای یه کار دیگری که این کار آخر بود، دیدم که بانک، ساختمون بانک ملی که در هرمز ساخته شده عین ساختمون بانک ملی است که در رشته. تو چه ربطی برام داره هرمز به رشت؟ یعنی از نظر اقلیم اصلا تناسبی نداره جریان. این بود که تصمیم گرفتم که
یک فیلم بسازم راجع به این که در معماری فاخر ایران اقلا یک وقتی این مسئله اقلیم رو در نظر می گرفتن. من تو زاهدان دیدم مثلا سر یه چهارراه تو زاهدانی که اون آفتاب و اون داغی یه دفعه یه ساختمون ساختن با بدنهایی که ورقای فلزی و شیشه، یعنی تمام این حرارت رو میده وسط چهارراه. می‌خواستم همچه فیلمی ساخته بشم. من تا فکر کردم که اگر این فیلم رو من فقط به معماری بپردازم ممکن خیلی تخصصی بشه، فقط معمارا نگاش کنن. این بود که فکر کردم اینا ساختمان‌های فاخری هم هست. تو هر کدومش وقتی داریم ساختمون رو میبینیم یک صحنه تاریخی رو که توی اون ساختمون اتفاق افتاده بازسازی کنیم. مثلا توی خانه مشروطه تبریز، مثلا همچون که داریم این خونه رو نشون بدیم که توی یه اتاقی مثلا باقر خان و ستار خان و علی موسی و اینا نشستن و مثلا دارن شبنامه درست میکنن، یا توی مثلا اون کاخ خسرو آباد سنندج یک صحنه نشون بدیم وقتی داریم نگاه میکنیم که مثلا خسرو خان اردلان با مستوره که معشوقش بوده یک کنجی از باغ مثلا اینا دارن حرف میزنن با هم غیر. البته من نمیتونستم که همه خونه ها رو بذارم. از 58 خونه که ما توی 20 شهر دیدیم، من فکر کرده بودم حدود 15 خونه رو انتخاب بکنم. هر کدوم از این ساختمون ها رو حدود 6 دقیقه، که از این 6 دقیقه حدود 2 دقیقه‌ش هم یه فلاشبک تاریخی باشه. یعنی هم جغرافیای این مملکت از شمال تا جنوب و هم داستان‌های تاریخی که تو این خونه‌ها اتفاق افتاده و غیره. اتفاقا اینجا هم آقای بهشتی بازی نقشی داشت. باشون صحبت کردم، گفتم من اسمی نمیخوام بذارم خانه‌ها و یادها، که ایشون به من پیشنهاد کرد که حالا اسم نهاییش شد سفر به خانه‌های خیال. اما همین مرکز گسترش، گفتن آقا چرا خرجش میشه؟ گفتم ببینید اینا ساختمان‌های بزرگی، ما بریم اونجا نور زیاد می‌خوایم، وسایل حرکتی می‌خوایم، غیره غیره غیره، و در ضمن باید وزین باشه و غیره. چرا خرجش میشه؟ اون موقع این مال 7 سال پیشه، 7 سال. گفتم 800 میلیون نداریم آقا، نمیشه. خب نمیشه. 6 ماه نگذشت همونجا یه پروژه‌ای رو شروع کردن که هیچ ربطی به فرهنگ این مملکت، به تاریخ این مملکت، به هیچ چیز این مملکت نداشت. اونقدر که من شنیدم اعدادی بین 8 میلیارد تا 17 میلیارد شنیدم که خرج شد و ناقص موند. حتی کتابی که راجع به این خانه ها و اینا با عکس‌های رنگی مفصل و غیره و غیره من دادم به اونجا، هنوز که هنوز چاپ نشده. همون اول گفتن که آقا ما بودجه نداریم برای چیز، برای اینکه رنگی اینا رو چاپ کنیم. اگر میخواید، من حتی ناشر معرفی کردم، اگر میخواید ما چیز کنیم، ما اینها رو سیاسفید چاپ کنیم. گفتم خب سیاسفید معنی نداره، این عکس ها، این فضاهای این خونه ها غیره غیره سیاسفید. 30 سال پیش این کارو میکردن، تا امروز خوابیده و نشد. من واقعا آقای انباز با هیچ فردی مسئله ندارم، اما خودم رو به نوعی میگم آقا من نمونه یه آدمی ام که میتونه یه کارایی بکنه و این انرژیش تلف شد، از بین رفت. چرا معلوم نبود. من وقتی که فیلم مرثیه گم شده رو ساختم، و اینو دیگه در داستانش گفتم که در لهستان در واقع نشان شوالیه لهستان رو به من دادن و بعد وزارت فرهنگ لهستان نشان افتخار هنرمند رو داد و اینها، همون موقع با اون مشاور آقای رئیس جمهور که اومده بود گفتم من اگه یه فیلم سینمایی بسازم شما همکاری میکنید؟ گفت حتما. که من این رو که اسمش اول بود مالگورزاتا به لهستانی، که البته من تلفظش مثل لهستانی ها بلد نیستم، یعنی ماریا، همون اسم ماریاست، که بعدم برای اینکه برای ایران هم چیز باشه اسمش کردیم قطار زمستانی. نوشتیم و لهستانی ها خیلی خوششون آمد و نامه نوشتن که این هم برای همکاری مشترک ایران و لهستان خیلی مناسب و غیره و غیره، و هم میتونه بازار بین‌المللی خوبی داشته باشه. نامه هاشو دارم همه رو. سفیر ایران از لهستان نوشت و غیره و غیره، تا امروز نشد. که من بارها تکرار کردم، گفتم آقا وسط میدون لهستان، شهر ورشو، در میدون بزرگی که مجسمه بزرگه، یک سنگ بزرگ که روش به فارسی و لهستانی از مهمون نوازی مردم ایران تشکر شده. خب این بهترین تبلیغ برای ما الان، تا این لحظه نشده. و آخریش، 2 سال پیش رفتم پلو آقای جعفری جلوه.
گفتم آقای جعفری جلوی. حالا ما یه دفعه با آقای انتظامی رفتیم لهستان هستن برای اینکه اون بازیگر مقابلش رو انتخاب بکنه و غیر و غیر. گفتم آقای جعفری جلوی، این لهستانی ها خیلی علاقمندن به این کار و منم یه چوری نوشتم که 50-50 باشه، این کار رو بالاخره میکنیم یا نه؟ برای اینکه نه من میپرسم. به هر حال گفتم ما سرمایه نداریم فعلا، شما اگر میخوای یه فیلم کوتاه، یه فیلم ارزون بساز تا حالا انشالله سرمایهش جور بشه. من یکی دو بار به جزیره هرمز رفته بودم، فعالیت های آقای دکتر نادلیان رو دیده بودم و یه ایده به ذهنم رسیده بود که این فعالیت یک چیزی رو نشون میده. ما لازم نیست همش بشینیم ببینیم دولت چیکار میخواد بکنه و ببینیم چرا دولت این کارو کرد این کارو نکرد. هر کس در محدوده توان خودش و در جایی که هست میتونه دست بالا بزنه در ساختن اونجا فعالیت بکنه. من وقتی این فعالیت رو دیدم، این ایده برام، اولا دیدم که خیلی فضای زیبایی داره، ثانیا دیدم که این فعالیتی که دکتر دادلیان میکنه یه فعالیت سازنده است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا زنان خانواده یه کاری رو یاد میگیرن که میتونن با انجام اون کار خودشون هم به درآمد خانواده کمک بکنن. دو اینکه ما میتونیم نشون بدیم که آقا محیط زیستمون در خطره. یعنی وقتی شوهر خانواده میگه که پدر بزرگ من یه وانت ماهی میآورد، بابام یه زنبیل میآورد، الان من دو تا هم بگیرم خوشحالم، یعنی این ماهی‌ها در خطرن. سه اینکه محیط زیست ما جایی که حداقل خودشون اول به من گفته بودن 30 تا 35 تا ولی بعداً هی گفتن تا 70 رنگ مختلف ماسه داره، شن داره. خب یه همچین فضای طبیعی رو ما نباید هدر بکنیم. من الان میگم ما جرأت نداشتیم سر دوربینمون رو برگردونیم برای اینکه بیرونمون میکردن از جزیره. گونی گونی داشت میرفت که من اینو فقط در نقش اینکه تو بطری کردن به توریستا میفروشن نشون دادم. من خبر نداشتم، با فارابی شریک بودم، فیلم رو فرستاده بودم به جشنواره ونکوور. من فقط نتیجه رو از رئیس بخش بین‌الملل فارابی آقای اسفندیاری گرفتم. از 5 که حد اکثر بود 3.92 امتیاز آورده بود که خیلی خوب بود. نکته دیگری که برام جالب بود، جایزه نداشت، غیر رقابتی بود، ولی توی کاتالوگ نوشته بود که یک فیلم فوق‌العاده شگفت‌انگیز که اولین سوالی که در ما ایجاد میکنه اینه که کی روابط کانادا و ایران بهتر میشه که ما چمدون رو ببندیم بریم هرمز. خب وقتی که ما انقدر صحبت گردشگری میکنیم چه چیزی بهتر از این؟ اما همین فیلم در ایران در شرایطی نشون داده شد و برنامه ریزی شد براش که در نهایت وقتی که سهم من و فارابی نصف شد، من سهم دوستان رو هم دادم، 1,400,000 تومان برای من برگشت. ما میتونیم به جای اینکه متمرکز بشیم روی تهران و متمرکز بشیم روی سری چهره‌هایی که پول در میارن، ما میتونیم در شهرها و قسمت‌های مختلف ایران فیلم بسازیم. در اون قسمت‌ها آدم‌های جوان‌ها، بازیگران با استعداد کم نیستند. هم طبیعت اون قسمت‌ها رو نشون میدیم، هم فرهنگ اون قسمت‌ها رو نشون میدیم، هم اونها رو به کار میگیریم و هم میتونیم فیلم بسازیم راجع به این مملکت و میتونه فیلمای خوبی باشه، قصه‌های محلی خودشونو باور بکنید. من هنوز قصه میخورم این بچه‌هایی که توی هرمز با من کار میکردن، چند تاشون قسم میدادم آقای شینایی شما رو به خدا ما رو ببر تهران. خب من امکانش نداشتم، چجوری بیارمش تهران چیکار کنه؟ ولی ما میتونیم بریم اونجا اگر اونها رو به درستی مطرح بکنیم. ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 14 و 15 مصاحبه تصویری با خسرو سینایی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت آزاده نوزاد مقدم، مهیار مهرنوش و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 15 که هفته آینده منتشر میشه، خسرو سینایی درباره هنر و سینما با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir